سرخط خبرها. واگذاری قرارداد استخراج گاز توتی میدان به یک شرکت ازبکستانی. قرارداد استخراج گاز توتی میدان با یک شرکت ازبکستانی به ارزش $1 میلیارد به امضا رسید. توانایی اقتصادی افغانستان را در عمل پیاده بکنیم تا که بتوانیم برای میلیون ها افغان ها کار پیدا بکنیم. هدف ما این است، هدف ما احیای اقتصاد ملی افغانستان است. آغاز به کار سفیر افغانستان در تاشکند. سفیر افغانستان در ازبکستان اعتمادنامه اش را به وزیر خارجه آن کشور سپرد. کشورهای ما تاریخ مشترک و منافع مشترک برای رسیدن به رفاه دارند که این عامل به عنوان محرک برای توسعه روابط و همکاری در همه زمینه ها عمل می کند. طی 3 سال گذشته پیشرفت خوب اقتصادی صورت گرفته است. تمدید ماموریت گزارشگر خاص حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان. امارات اسلامی اما میگوید که ریچارد بنت به افغانستان آمده نمیتواند تا گزارش دهد. رهبر جنبش تحفظ پشتونها میگوید هیچ قدرت نمیتواند جلو جرگه آنان را بگیرد. سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز پنجشنبه 19 میزان سال 1403 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. قرارداد استخراج گاز توتی میدان با یک شرکت ازبکستانی به امضا رسید. این قرارداد به ارزش $1 میلیارد سرمایه گذاری برای اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان میان وزارت معادن و پترولیم افغانستان و شرکت ازبکستانی امضا شد. بر اساس این قرارداد کمپانی قراردادی در سال نخست $100 میلیون و در جریان 10 سال $1 میلیارد سرمایه گذاری و از گاز استخراج شده در 2 سال نخست 100 مگاوات برق نیز تولید خواهد کرد. واگذاری اکتشاف و استخراج ذخایر گاز توتی میدان فاریاب به یک شرکت ازبکستانی. این قرارداد به ارزش $1 میلیارد سرمایه گذاری برای اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان میان وزارت معدن و پترولیم کشور و یک شرکت ازبکستانی به امضا رسید. این بلاک دارای 7000 کیلومتر مربع مساحت بوده که در 10 سال اول شرکت ازبکستانی $1 میلیارد آمریکایی سرمایه گذاری می نماید. و امروز ما می توانیم بگوییم که روابط بین افغانستان و ازبکستان به سطح نهایت بلند رسیده و من فکر می کنم و یقین دارم بدون چون و چرا که با امضای قرارداد امروزه ما این روابط و همکاری را از آن بلندتر نقطه انتقال می دیم. آقای اورگاشف می افزاید که در آینده نزدیک قراردادهای بیشتر میان افغانستان و ازبکستان برای گسترش روابط تجارتی و اقتصادی به امضا خواهد رسید. با اشتراک وزارت نفت و گاز ازبکستان و البته وزارت شما ما این قراردادها را ادامه می کنیم تا که بتوانیم توانایی اقتصادی افغانستان را در عمل پیاده بکنیم تا که بتوانیم برای میلیون ها افغان ها کار پیدا بکنیم. هدف ما این است، هدف ما احیای اقتصاد ملی افغانستان است، هدف ما بهبود زندگی مردم افغانستان است. همچنان این شرکت در جریان 3 سال اول 1500 کیلومتر مربع به گونه دو بودی و 1000 کیلومتر مربع سروی 3 بودی را انجام خواهد داد که با عملی شدن این قرارداد نه تنها زمینه اشتغالزایی برای تعداد زیاد از افغانها فراهم می شود، بل به اندازه نیاز گاز در اختیار مردم قرار داده می شود تا عواید ملی نیز افزایش یابد. چی شاوخوا 1000 کیلومتر مربع مساحت لري او نوموړی شرکت ریل چې د افغان شرکت اکام انرژي سره چې په لومړی کال کې 100 میلیونه امریکایی ډالر او په لسو کلونو کې $1 میلیارد پانګونه کوي. سربیره پر دې د یاد شرکت په لومړی 2 کلو کې 100 میگاواټ برېښنا د ګاز په ذریعه جوړیږي.
بر اساس این قرارداد شرکت قراردادی در سال نخست 100 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد و از گاز استخراج شده در دو سال اول 100 میگاوات برق نیز تولید خواهد شد. سفیر امارات اسلامی کپی اعتمادنامه اش را به وزیر خارجه ازبکستان سپارد. وزارت خارجه کشور میگوید که عبدالغفار بحر با عنوان سفیر و نماینده فوق‌العاده امارات اسلامی در ازبکستان کارش را نیز آغاز کرده است. وزیر خارجه ازبکستان گفته است که دو کشور منافع مشترک دارند و در سه سال گذشته پیشرفت‌های خوب در روابط اقتصادی دو کشور به وجود آمده است. سفیر افغانستان در ازبکستان نیز گفته است که فرصت خوب سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده است. یک گام مهم دیگر در روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان و ازبکستان. سفیر امارت اسلامی در ازبکستان در دیدار با وزیر خارجه آن کشور کپی اعتمادنامه اش را به بختیار سیدوف سپرد. اصل اعتمادنامه وی به زودی به رئیس جمهور آن کشور تقدیم می شود. وزیر خارجه ازبکستان و سفیر افغانستان در مورد روابط دو جانبه و مسائل جهانی گفتگو کرده و گفتند که دو کشور منافع مشترک زیادی دارند. کشورهای ما تاریخ مشترک و منافع مشترک برای رسیدن به رفاه دارند که این عامل به عنوان محرک برای توسعه روابط و همکاری در همه زمینه ها عمل می کند. طی 3 سال گذشته پیشرفت خوب اقتصادی صورت گرفته است که با آمدن سفیر روابط دو کشور بیش از این گسترش خواهد یافت. عبدالغفار بحر از آغاز کارش به عنوان سفیر رسمی و نماینده فوق‌العاده امارت اسلامی در ازبکستان ابراز خرسندی نموده و ارتقای روابط میان دو کشور به سطح بلند را فصل مهم دانسته است. شغل بحر در دوار هوادون ترمنز لوری کچ تداری که پورت که دلی و مهم پسل و بالا دل تقویه که دو او پرخی دو هلی وکره. در از نموری در افغانستان پر ازبکستان در نیک نیت ستاین وکره در ازبکستان در افغانستان یا ورور هواد و بالا شغل بحر پا افغانستان که راغره صوبات یا شکر ست و بالا و زیاده اکره سی افغانستان که در پانگویلی لپاره تر طول و شد زمینه مساعده سویده سی باید از زمین استفاده ارز خوبسی. سفیر افغانستان در ازبکستان ثبات تامین شده در افغانستان را فرصتی خوب دانسته و افزوده است که فرصت خوب برای سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است که از آن باید استفاده اعظم شود. در افغانستان اوسنی وضعیت تقاضا داده چه مونگ باید با دیپلماسی لحاظ نه و با سیاسی دگر که د معادلې لپاره مستقیم لاسرسی ولرو او دا د افغانستان او د افغانستان په سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت باندې مؤثر تمامیږي. خصوصا کشور ازبکستان کې در ټول تاریخ حتی خصوصا در سه سال امارت اسلامي هیڅ وخت مداخله مغرضانه او منفی در امور افغانستان نکرده و همیشه باعث یک کشور همسایه و حسن جواری و دوستی رابط برقرار کرده و کشور ازبکستان همیشه از مساعدتا با افغانستان صحبت کرده و علیه سیاسی روابط هم ایجاد کرده و ضرورت هم داره به تجارت و ترانزیت افغانستان که درک کرده که برای فرد دو کشور است. عبدالغفار بحر بجای مغفور الله شهاب با عنوان سفیر جدید امارت اسلامی در ازبکستان معرفی شده است. معاون سیاسی رئیس الوزرا میگوید که امارات اسلامی برای خرسندی دیگران شعائر اسلامی را زیر پا نمیگذارد. مولوی عبدالکبیر در دیدار با شماره از استادان پوهنتون کابل میافزاید که امارات اسلامی خواستار مناسبات نیک با کشورهای همسایه و جهان است، اما هیچگاه حاضر به معامله بالای اصول اسلامی نیست و نه هم برای خوشی دیگران شعائر اسلامی را زیر پا می‌گذارد. او می‌افزاید که در حال حاضر تعامل جهان با امارات اسلامی به طرف مثبت در حرکت است و افغانستان در کشورهای مختلف 40 نمایندگی سیاسی رسمی دارد. دیدار معاون سیاسی رئیس الوزراء با مسئولین و محصلان برنامه ماستری افغانستان شناسی پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل. مولوی عبدالکبیر در این دیدار میگوید که امارت اسلامی در کنار تحکیم و تقویت نظام اسلامی در میدان سیاست و اقتصاد به خاطر درخشندگی افغانستان تلاش کرده که اکنون امارت اسلامی در کشورهای مختلف 40 نمایندگی رسمی دارد و تعامل با جهان به طرف مثبت در حرکت است. او می افزاید که امارت اسلامی خواستار مناسبات نیک با کشورهای همسایه و جهان است، اما هیچگاه حاضر به معامله بالای اصول اسلام نیست و نه هم برای خوشی دیگران شعائر اسلامی را زیر پا می گذارد.
محصلین یې وهڅول ترڅو خپلو څېړنو او تحقیقاتو کې د افغانستان اړوند اړین موضوعات وڅېړي، او دا راځي دوی ته له دې غوښتنه وکړه چې بهر میشتي افغان کادرونه هېواد ته راوبولي. محترم مولوي صاحب زیاته کړه اسلامي عمارت په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواکي لري او د پوینا د اسلامي نظام ساتنه د ټولو هېوادوالو ګډ مسؤلیت. معاون سیاسی ریاست الوزراء افزوده است که امارت اسلامی در امور داخلی هیچ کسی دخالت نمی کند و نه به کسی اجازه مداخله در امور داخلی را می دهد. این مقام امارت اسلامی از استادان و محصلان خواسته که تلاش نمایند توسط پژوهش‌های علمی و کنفرانس‌ها تصویر واقعی افغانستان را پیشکش نمایند. شماری از استادان نیز خواهان جذب کادرهای جوان در بخش‌های مسلکی شده اند. په دې مجلس کې تر ډېره بریده پرې د محصلینو اندېښنې د سیاسي او اقتصادي ټولنیزو ستونزو په اړه باندې لویه کې د افغانستان پېژندنې په برخه کې د اسلامي عمارت د راتګ وجودي فلسفه او د اسلامي عمارت د لاسته راوړنو او ګواښونو په اړه باندې علمي تیوریک بحثونه وشو. برنامه ماستری افغانستان شناسی در پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل تازه آغاز شده که نخستین دور فارغانش را به جامعه تقدیم کرده است. ملل متحد ماموریت گزارشگر خاص حقوق بشر در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرده است. امارات اسلامی اما در واکنش به تمدید ماموریت ریچارد بنت میگوید تمدید کار آقای بنت نادرست است و او گزارش‌های غیر واقع بینانه از افغانستان منتشر می کند. تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر خاص حقوق بشر در افغانستان، از سوی شورای حقوق بشر این سازمان برای یک سال دیگر. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی یک رایگیری ماموریت ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان را از سوی حاکمان جدید این کشور محکوم کرده و خواسته است که این تصمیم را لغو و با میکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل متحد همکاری کنند. در 9 اکتبر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اجماع قطعنامه به رهبری اتحادیه اروپا مبنی بر تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان به تصویب رساند. این قطعنامه میکانیزم را برای پیشبرد پاسخگویی در مورد نقض شدید حقوق بشر که در این کشور مرتکب میشوند ایجاد میکند. به خود افغانستان داخل کوستون زینیشی حلولای اساسی خبر داده چې ملګری ملتونه او طالبان باید داسې یو جورجاري ته ورسیږي چې هغه ستونزې چې په ډیپلوماتیک ډګر کې موجودې دي یا د افغانستان ولس هغه ستونزې ګالي دي، دې لپاره باید دواړه غاړې هغه خپلمنځي ستونزې چې موجودې دي د هغو د حل لارې چارې ولټوي. امارت اسلامي در واکنش به تمدید ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید این امر پذیرفتنی نیست، زیرا گزارش های آقای بنت واقعیت های افغانستان را انعکاس نداده و نمیدهد. رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر میافزاید که سازمان ملل باید برای نماینده امارت اسلامی در تمامی نشست های این سازمان حق اشتراک دهد، زیرا در نشست هایی که در مورد افغانستان فیصله صورت میگیرد و نماینده افغانستان حضور نداشته باشد دور از انصاف است. باید راپورونه واقعی بینانه او دی بیاساس تورونو څخه خالی وي. ملګری ملتونه باید د افغانستان د اسلامي امارت استازو ته د هغه سازمان په ټولو غونډو کې حق ورکړي. دا د انصاف نه لري ده چې د افغانستان د مسلې په حق له په یو غونډه کې خبرې کیږي او د افغانستان د اسلامي امارات استازي پکې ګډون ونه لري، په دې ډول مسائل نه حل کیږي. همزمان با این رئیس دفتر رئیس الوزراء در دیدار با مسئول بخش سیاسی یونما گفته که جهان به جای انعکاس مسائل کوچک و دور از حقیقت باید پیشرفت‌های مختلف امارت اسلامی را از نزدیک مشاهده نماید و از واقعیت‌های افغانستان خود را آگاه سازند. د یو نامه سیاسي برخې مسول ول کوشش کوي چې د خبرو له لارې د افغانستان نړیوالې ټولنې ترمنځ مثبتې اړیکې او د باور فضا رامنځته شي او د بحث وړ لویو موضوعاتو اساسي حل لارې وسنجول شي.
محترم ډاکټر مراد لاسی اخوند ښاغلی سمیت د شراغلاس پر مهال د یوناما د مثبتو هلو ځلو مننه وکړه او زیاته کړه چې په کومو نړیوالو ناستو کې چې اسلامي امارت مشرانو ته د ګډون ونډه ورکړل شوې ده هغه ناستې موثري تمامې شوې دي او موږ تل د خبرو او تفاهم له لارې پر مهمو موضوعاتو بحث او د نظرونو تبادلې ته حاضر یو. اسکات سمیت افزوده که دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان در تلاش است تا از راه گفتگو میان افغانستان و جامعه جهانی روابط مثبت و فضای اعتماد را ایجاد کند. رئیس جمهور ترکمنستان بر اهمیت تطبیق پروژه های بزرگ زیربنایی با افغانستان تاکید می کند. سردار بردی محمدوف در نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در مسکو گفته که از گسترش حجم و جغرافیای منابع انرژی در کشورهای مستقل مشترک المنافع و فراتر از آن حمایت می کند. آقای محمدوف همچنان بر اهمیت ساخت پروژه های زیربنایی مانند خط لوله گاز ترکمنستان افغانستان پاکستان هند یا تاپی و خط برق ترکمنستان افغانستان پاکستان یا تاپ و همچنین خط آهن در افغانستان تاکید کرده است. او می افزاید که مشارکت کشورهای مستقل مشترک المنافع و فراتر از آن در پروژه های بزرگ مسیر مطمئن برای چشم انداز راهبردی است و آنان باید از منابع و ظرفیت جمعی خود به طور کامل استفاده کنند. وزارت صحت عامه میگوید که سالانه 25 هزار تن در کشور بیناییشان را از دست میدهند. مسئولان در این وزارت میافزایند که سالانه 1.5 میلیون تن به امراض چشمی مبتلا میشوند. به گفته این مسئولان اکثر مردم در مناطق دوردست دچار امراض چشمی میشوند. گرامی داشت از روز جهانی بینایی در وزارت صحت عامه. وزارت صحت عامه می گوید که سالانه 25 هزار تن در کشور بیناییشان را از دست می دهند. مسئولان در این وزارت می افزایند که سالانه 1.5 میلیون تن به امراض چشمی مبتلا می شوند. به گفته این مسئولان اکثر مردم در مناطق دوردست دچار امراض چشمی هستند. در روغتیا نړیوال سازمان او در لندوالی د مخنیوی نړیوال اداره اټکل شوی شمیره خی چې په افغانستان کې د لندکې دو کچا لیو اشاریه دوو څخه تر یو اشاریه پنځو څخه تر دوه پورې ده او نږدې یو اشاریه پنځه میلیونه کسان د لیک د کمښت سره مخ دي. په افغانستان کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان یوه سترګه له لاسه ورکوي. په هغه صورت کې چې د دې ړندوالي نږدې 80% مخنیوی وړ دی. نړۍ کې د 2 میلیاردو نه ډېر کسان د نږدې او یا لرې دید د ضعیفوالي مشکل سره اخته دي او د دې نمایي یعنی 1 میلیارد خوشه 1 میلیارد د هغو اسبابو د وجې نه دي چې کیدای شي په ښه ډول سره منیجمنټ یې وشي مراقبت یې وشي او بالاخره د دې د سترګو د لایت ضعیفوالو او یا د دید د لاسه ورکولو څخه مخنیوی وشي. یک نوع مریضی چشم که تراخما در 16 ولایت بررسی شده که تنها نشانه های آن در ولایت های سمنگان و کنر دیده شده است. همچنان از آغاز سال جاری تا اکنون نزدیک به 4000 عملیات پرده چشم در ولایت های گوناگون انجام شده است. ورست به درسته تو داخل منظم ارقام تا در کی په افغانستان کې د سترګو د دید زیا او د لندیدو شپږ مهم سببونه په کوټه شوی یو پکې کټراک او تراخما او ویتامینی کمواله دي انکسار خطا یا ریفرکتوری ایرر ده. مونږ د کټراک لپاره منظم برنامه لرو. په کلو باندو کې مونږ لرو ساحو د افغانستان ته ځو سپینو ساحو ته ځو د کټراک او د سترګو د پردې عملیاتونو ترسره کوو. از سوی دیگر افغانستان با کمبود متخصص در بخش چشم نیز مواجه بوده و در سراسر کشور 300 متخصص وجود دارد که برخه هایشان بازنشسته و برخه های دیگر هم در بیرون از کشور به سر می برند. ځینې ننګونې مونږ لرو چې یوه ننګونه مهمه د متخصصینو کموالی ده چې دا زه په د اکمال تخصص په محترم ریاست باندې غږ کوم چې موږ سره دې کې همکاري وکړي. د افغانستان مجموعاً ټول متخصصین 300 پورې دي. په 300 کې تقریبا 50-60 بیرون دي او یو څه تقاعد دي. نو دا تکافونه کوي د ټولو ولایتو لپاره. باید مونږ اول د ډاکترانو دپاره کوم ډاکتران چې مونږ لرو
د دغه د سوی د لوړوال لپاره مونږ باید مختلف سیمینارونه جوړ کو، خارجي هیوادو ته ولیږو، د نوې ټکنالوژي سره آشنا کو، تر څو چې مونږ تشخیص په ښه ډول وشي. کله چې مونږ تشخیص د یو مرض په ښه ډول وشو، نو مونږ علاج په ښه ډول کیږي. این در حال است که بر اساس آمارهای سازمان صحی جهان، هم اکنون پیش از 2 میلیارد نفر در جهان با مشکلات بینایی مواجه هستند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست از جامعه جهانی می‌خواهد که موضوع تغییر اقلیم را سیاسی نسازد و در این راستا افغانستان را تنها نگذارند. معین مسلکی و پالیسی این اداره در نشست زیر نام جوانان افغان و تغییر اقلیم که در کابل برگزار شده بود، تاکید کرد که موضوع تغییر اقلیم مشکل مشترک جهانی است و نیاز به کار و مبارزه مشترک دارد. این نشست زیر نام جوانان افغان و تغییر اقلیم از سوی مؤسسه TLO یا ارتباط برگزار شده که هدف آن شناسایی عوامل تغییرات اقلیمی و راه‌های مبارزه با اثرهای منفی آن در جامعه است. معین مسلکی و پالیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست که در این نشست حضور یافته، تغییر اقلیم را یک مشکل جهانی می‌داند که به باور او نیاز به کار و مبارزه مشترک جهانی دارد. او همچنان از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که همکاریشان در این راستا با افغانستان را سیاسی نسازند. اقلیمی بدون اسیپذیری وازید افغانستان تر پل پری محدود ندی. دا نوری هوادونو تم سرایت کی، نوری هوادونو تم رسیش. دا یو مشترک موضوع ده، دا مشترک موضوع ده پاره مشترک اهداف پکار دی، دا هغوی ده پاره مشترک کار پکار دی. افغانستان د اقلیمی بدلون په برخه کې 0.08 ونډه لري، یعنی هغه شینکوریز گازونه چې په ذات خوشی کیږي، هوا پکه کړیږي او چې بیا د اقلیمی بدلون سبب ګرځي، په دې کې د افغانستان ونډه بیخي پر نشت حساب ده. اما تر ټولو ډیر ضرر افغانستان ته متاسفانه رسیږي. دا هغه فساد چې الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دی، ذکر کړی دی، دا د دغه خلکو د کسب او د دوی د فابریکو او د دوی د صنعت د لاس څخه په دا مځکه کې اوس دغه فساد رامنځته شوی دی. نو بناً ډیر مسؤلیت یې بیرته دوی ته ورګرځي. مسئولان برگزار کننده این نشست با اشاره به خطرهای ناشی از تغییرات اقلیمی که دامنگیر افغانستان شده است، میگویند که نظریات جوانان را در نشست بین‌المللی COP29 که قرار است ماه آینده میلادی در آذربایجان برگزار شود، مطرح خواهند ساخت. این نشست پیرامون شناسایی اثرهای منفی تغییرات اقلیمی و چگونگی جلوگیری از آن در پایتخت آذربایجان برگزار می شود. ما با یک کنفرانس بین‌المللی بسیار مهم در آذربایجان فکر می کنم. در اونجا فکر میکنم تنها دو نهاد از اونجا از افغانستان و بسیار محفل بسیار کلان است، در اونجا اشتراک میکنیم. این موضوع برای ما امکان ازیرا میده که درد افغانستان، درد مردم افغانستان، صدمه هایی که برای ما میرس از درک تغییر اقلیم، یعنی میره به گوش جهانیان هم برسانیم. شما جوانا، شما دوستا که اینجا تشریف دارین، نظریات شما میتونست که دیگه نوشته شود و در افتا موانده شود. از سوی هم شماری از اشتراک کننده ها نقش جوانان را در راستای آگاهی دهی از اثرهای منفی تغییرات اقلیمی و محیطی مؤثر می دانند و از حکومت می خواهند که از ظرفیت های آنها استفاده بیشتر و مفید نماید. ما صدای جوانان را بشنویم، یکی اینا با چه مشکلات مواجه هستند در بحث تغییر اقلیم و راهکارهای اینا را بشنویم که اینا چه راهکاری را پیشنهاد میکنند. بعد از این ما میتونیم که صدای اینا را به جامعه بین المللی برسانیم و هدف از این برگزاری برنامه هم این است که ما جوانان را خواستیم، تمامشان جوانان هستند که اینا در این بخش دخیل هستند. جوانان میتونند در تحقیق و جمع‌آوری ساحات آسیب پذیر از جوانان استفاده شود و بتوانند از جوانان کار بگیرند. جوانان هستند میتونند در هر گوشه از سرزمین ما سفر بکنند و ساحات آسیب پذیر را شناسایی بکنند و برای دولت طرح و پیشنهاد داشته باشند که دولت او را جلوگیری بکند. مسئولان نهاد برگزار کننده این نشست میگویند که در روزهای آینده نشست دیگری را نیز در کابل برگزار خواهند کرد که در آن نظریات زنان و دختران در رابطه با تغییرات اقلیمی و راه‌های جلوگیری از اثرهای منفی آن در جامعه نیز جمع‌آوری خواهد شد. گسترش مالداری، غصب و تخریب علفچرها در ولایت بدخشان سبب متواری شدن و کاهش نسل آهوی
مارکو پولو شده است. شماره مالداران در این ولایت میگوین که از چند سال به این سو تخریب علفچرهای این ولایت به خاطر زرشویی ادامه دارد و نیز بسیاری از علفچرهای دولتی از سوی افراد غصب شده که این مسئله آنان را به مشکل مواجه ساخته است. مسئولان محلی نیز میگوین که نسل آهوی مارکو پولو رو به کاهش است. بدخشان به دلیل داشتن حیوانات کمیاب به خصوص آهوی مارکوپولو یکی از جاذبه های توریستی برای شهروندان خارجی است. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری این ولایت میگویند به خاطر شکاری به رویه مردم و گسترش مالداری در این ولایت نسل آهوی مارکوپولو کاهش یافته است. شما پرسان کردین که مارکوپولو یک حیوانی هستند که در بدخشان هستند، در دیگر وطنهای نایاب هستند، پیدا نمیشن. اونا کاهش یافتند. دلیلش است که مردم شکار میکنن، باید امارات اسلامی به اینا بسیار توجه کنن. او ما هم در کوشش هستیم که جلوگیری همچنان شکاری و چیزا را بگیریم. اما مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند شکاری یاهو در بدخشان از چند سال به این طرف متوقف است و با شروع کار شورای ابریشم در پامیرها آهوها از این بخش ها متوارد شده و با سرد شدن هوا دوباره به پامیر برمیگردند. چیز دیگر که باعث فراری آهوی مارکوپولو پامیر شده بود و امو وصلی راه ابریشم و ساخت سازی سرک است که آهو یک حیوان وحشی است برای همگی معلوم است. به خاطر او از امو صدای ماشینری و از امو سر و صداها نفرت دارد و اینا کوش کردن و رفتن مهاجر شدن و انشاءالله که باز پس با فرار رسیدن زمستان دوباره در هر جایی که رفتن پس دوباره میایند. با این حال شمار مالداران در بدخشان از کاهش صحات علفچر شکایت میکنند و میگویند غصب و تخریب علفچرها ادامه دارد که مالداران را به مشکل مواجه کرده است. نسبی علاقه که از گرفته تلاشویی زفت کرده و نسبش مردم به زور گرفته و بگم اینی تا مشکلات های زیاد داریم. ای مالداری علفچر سایش نداره، میایی میجه در جنجال هست، امینمون اونمون اینی تا که پاست. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری با تایید مشکلات مالداران میگویند تلاش ها به هدف جلوگیری از غصب و تخریب علفچرها از سوی مدنکاران ادامه دارد. چون که بعضی علفچرها را مردم غصب کردن با زمین زراعت تبدیل کردن، خب الحمدلله ما در این کوشش داریم که جلوی همچنان اشخاص و افراد بگیریم که اونا مالچرها با زمین زراعتی بدل میکنه. یا در شیوه بعضی مردم هستن که معدن در اوجا کندن کاری میکنن، علفشر سای علفشر تخریب میکنن. با گفته مسئولان در حال حاضر 60% باشندگان بدخشان مصروف مالداری هستند. حال هم خبرهای اقتصادی. تاجران و رانندگان موترهای ترانزیتی در ولایت ننگرهار روند اخذ اسناد تجارتی در دفاتر پاکستان را پیچیده و مملو از فساد می‌دانند و از امارات اسلامی می‌خواهند که در مورد راه حل با جانب پاکستان گفتگو کند. در بندر تورخم ننگرهار اغلب راه تجارت متوقف می شود که در آن کالاهای تجارتی افغان ها آسیب می بینند و به همین دلیل خسارات مالی زیادی به تاجران وارد می شود. افغانستان و پاکستان در حال حاضر روی سند موقت تجارت به نام اتحاد به توافق رسیدند، اما اینجا در تورخم رانندگان می گویند که روند اخذ این سند بسیار پیچیده و مملو از فساد است. روپیم ورکری دی او رازیم نه نو وست چه سوک چانه آتس و آخلی چانه زر سمین داری که در طرخلو بیام نورت رسیگی یوه میاس بعد دو میاست بعد موتر وسم آخوا و دیخوا ولادی نورت ملاویگی روپی اخلی یا ورکیی نه. برخی از تاجران نیز از روند توزیع اسناد شکایت دارند و از امارت اسلامی میخواهند که در این مورد با جانب پاکستان گفتگو کند. متاسفانه چه دغه ترید جواز شده لک دا پروسه شده لک سخته ځکه چې اوس موتروانان نابلد دي چې سفارتونو کې به ګرځي یا قونسلګریانو کې به ګرځي، نو که دا چېرته دواړه حکومتونه په دغه صفري نقاطو کې دغه ټریډ سرټیفیکیټ دپاره دې نمایندګیانې خلاصې کړي، که دی په اوس په تورخم کې ماته چې اندازه شته 1500 ګاډي نه زیات افغانستان طرف ته دا فروټ او میوه او داسې ډېر اجناس ته چې دا ولاړه دا خرابیږي. مسؤولان ګمرک ننګرهار گرفتن این سند رو حتمی میدانند و میگویند که تنها گزینه است. ترانسپورتي ټول شرکتو ته متمخ حال ورکړی دی چې تاسو کوشش وکړئ پاسپورت ویزا که پاسپورت ویزا نشي کولای نو دا غټی ډی کارت چې دی دوی لپاره بهترین شی دی چې دوی کولای شي د پاکستان هر نقطې ته په غو باندې ولاړ شي.
نو دغه ټیلی کارت د ځان د پاره واخلي تر څو د خلکو مشکلات هم حلي او د موټروانانو ترانسپورت والا د خلکو مشکلات هم ورسره حلي. نو بعض موټروانانو موټر اخیستي دي، نو بعض نور هم کار په جریان کې دی. این در حالی است که مقام های پاکستانی گفتند آنان تعرفه گمرکی برمیوه تازه و سبزیجات افغانستان را به صفر کاهش دادند، اما آگاهان میگویند که این تصمیم دیر هنگام است. یک نمایشگاه تولیدات زراعتی زنان در ولایت بلخ برگزار شده و تولیدات زراعتی در 70 غرفه به نمایش گذاشته شده است. اشتراک کنندگان میگویند که برگزاری چنین نمایشگاه ها در تشویق زنان به تجارت و معرفی تولیداتشان مهم است و از مردم، حکومت و نهادها میخواهند که از تولیدات داخلی حمایت نمایند. نمایشگاه تولیدات زراعتی زنان اینجا در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ. تولیدات زراعتی زنان در 70 غرفه به نمایش گذاشته شده است. هدف از برگزاری این نمایشگاه حمایت زنان متشبث است. پروژه انکشاف تشبثات زراعتی به خاطر توانمندسازی خانواده ها می باشد. یه برنامه و این برنامه به خاطر توانمندسازی خانم ها که هست، اینا فقط نمایشگاه را برگزار کردند. ما به تعداد 70 غرفه را به دو بخش جداگانه، هم به بخش خانم و هم به بخش آقایان چی کرده اینا جور کرده است. در این نمایشگاه از تولیدات زراعتی گرفته تا مواد خوراکه، لبنیات و سایر تولیدات زراعتی به نمایش گذاشته شدند. زنان اشتراک کننده خواهان حمایت های بیشتر از سوی حکومت هستند. به خاطر ترقی فامیلا همین برنامه ایجاد شده و بسیار خوش هستیم از این برنامه که ما خانم ها ترقی کنند، پیشرفت کنند و به خاطر از این نمایشگاه خیلی خانم ها زیاد زحمت کشیدند. دستاوردهای خود ما همین قدری که همینجا در این دفتر بودیم برای ما درس داده شد، برای ما گفته شد، روشنی انداخته شد و خیلی مهارت ها پیدا کردیم در اینجا. بسیار فایده زیاد داره. میدانیم که خرچ مصرف اولادای ما رو خود ما بکشیم، موجود بر پدرشان نمیمونه که بکشه. خود ما این از این کار خود خرچ مصرف اولادای خود میکشیم دیگه. در خانم در یگان بخش کمک میکنیم. این در حال است که زنان تنها در بخش تجارت دست باز دارند، اما خواست بسیاری از آنان این است که حکومت زمینه آموزش را برایشان فراهم کند. از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خدا نگهدار. حامی نشر این برنامه